سلام، به کانال زن روز خوش اومدین. لطفاً قبل از هر چیز ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فشار بدین تا از پست‌های بعدی ما هم با خبر بشین. امروز می‌خوایم مروری داشته باشیم به زندگی خانم پری بلنده که در سال 1358 به عنوان مفسد فی‌الارض اعدام شد. پس با من همراه باشید. زن بدکاره تهران عنوانی است که به تعدادی از زنهای اعدام شده بعد از انقلاب تعلق می‌گیرد. این زنان که به عنوان زن بدکاره تهران به آنها نسبت داده میشه از کارگران جنسی شهر نو تهران بودند که بعد از انقلاب این محل تخریب شد و این افراد به عنوان زن بدکاره تهران به دار مجازات آویخته شدند. جزئیات ماجرای مربوط به زنهای بدکاره تهران رو با من دنبال کنید. تو خونه های تنگ و تاریک قلعه و سر زبانهایی که از بین لبهای رنگ پریده و داغم بسته زنان و دختران بدکاره بیرون میزند، پری بلنده، اشرف چارچشم و سریا ترک آشناست. اکثر اونها این سه نفر رو از نزدیک میشناسن و عده‌ای هم توسط خود اونها به این خونه ها کشیده شدن. معصومه یکی از اونهاست که به قول خودش حالا دیگه درمانده و فرتود شده و بعد از عمری کار کردن هنوز هم به پری بلنده بدهکاره. خبر اعدام پری بلنده رو که میشنوه لبهای بیرنگش به نشونه لبخند رضایت باز میشه و آهی میکشه و میگه ای کاش زودتر شرش از سرمون کم شده بود. ساعت 1 بامداد پنجشنبه 21 تیر ماه 1358 به حکم دادگاه‌های انقلاب 3 زن و 1 مرد به جرم فساد اخلاقی تیرباران شدند. 3 زن اعدامی سردستگان شهر نو بودند. به نام‌های سکینه قاسمی معروف به پری بلنده، صاحب افشاری مشهور به سریا ترکه و زهرا آفیها معروف به اشرف چارچشم. مرد اعدامی هم منصور باقریان نام داشت. بخشی از رأی صادره دادگاه انقلاب درباره این 4 نفر به این شرح بود: به جرم یک عمر فساد و فحشا و خرید فروش دختران خردسال و زنان گول خورده و اخفال شده و دایر کردن مراکز فحشا و اشرفکده های مختلف که موجب انحراف نسل جوان این مملکت گردیدن، مفسد فی‌الارض شناخته شده و به اعدام محکوم می گردند. 2 روز بعد از اعدام این 4 نفر به شهر نو سری می زنیم تا ببینیم اهالی آنجا در مورد آنها چه می گن. به در خونه پری بلنده که معبر هزاران زن و دختر به بیراه کشیده بود، حالا قفل بزرگی مهار زده است. با نگاه های بی تفاوت کارگران خسته و تنهایی که کوچه های تنگ و تاریک قلعه رو به هم می دوزن، قفل رو برانداز می کنیم. یکی از اون کارگرای خسته به تأسف سری تکان میده و با خود گویه میکنه که ای کشته که را کشتی. پری سالهای سال از درون همین خونه شکاراشو به خونه های فساد میفرستاد، شکارایی که به قیمت نابودی هزاران خانواده به دام او افتادن، تا پری بلنده و دار و دسته 4000 نفری باجخورش که در کوچه و پس کوچه های نکبت زده قلعه میلولند زالووار به زندگی خود ادامه دهند. خونه ای که اکنون قفل خورده سالهای سال مرکز توزیع زنان و دختران فریب خورده بود، اما قفلی که اکنون بر در این خونه خورده آیا همون قفلیه که باید بر دست و پای فساد و فحشا در این مملکت بخوره؟ پری بلنده، اشرف چارچش و سریا ترکه برای اولین بار در تاریخ به جرم یک عمر فحشا و منحرف کردن زنان و دختران بیگناه اعدام شدند. یکی از زنان قلعه که از شنیدن خبر اعدام پری بلنده هم ترسیده و هم خوشحال بود، درباره پری میگوید پری چهره ظاهرا مهربون و آرومی داشت، ولی خدا میدونه که در باطن او چه دیوی خوابیده بود. زنان و دختران بیگناه و از را به در میکرد و با قرار دادن آنها زیر فشار قرض و ضعف مالی که تمام عمر همراهشون بود، کاری میکرد که تا زنده اند نتونن از این خونه بیرون برن. یکی از قربانیان این خونه مژگان 15 ساله است که توی محله بدنام به زنهای 30-40 ساله شباهت داره و سرگذشت زندگیشو اینطوری تعریف میکنه: 2 سال و نیم پیش تو خیابون همدان ایستاده بودم که مرد جوانی با اتومبیل جلوی پام ایستاد. درد سرتون ندم. ناگهان خودمو تو جاده کرمانشاه دیدم، در حالی که مرتب تهدید شده بودم که سکوتمو نشکنم. در کرمانشاه و بعد در تهران کسی حاضر نشد منو بخره چون خیلی کوچیک بودم. بالاخره منو به اهواز برد و به زنی به اسم فریده ساچمه‌ای فروخ به 50,000 تومان. وقتی به اندازه 50,000 تومان برای فریده کار کردم، دوباره همون مرد به سراغم اومد و تو کرمانشاه منو به یه سردسته دیگه به 22,000 تومان فروخ.
مدتی بعد دوباره به اهواز کشیده شدم و به قیمت 40,000 تومان معامله شدم. 10,000 تومانم از خودم گرفت و برای مدتی گم و گور شد. تو این مدت من فقط تونستم قرض و بدهی خودم رو بابت همون 10,000 تومان بپردازم. بعد از مدتی دوباره برای ساختن خونش 250,000 تومان پول خواست که چون نه من و نه سردسته‌ای که براش کار میکردم نداشتیم، منو به زن دیگری به اسم افسانه سیبیل فروخ و پولش رو از اون گرفت. مدتی بعد در یک خونه تلفنی در تهران مشغول به کار شدم و بالاخره به قلعه اومدم. اون مرد که اسمش محمود بود از همون اول قول داده بود که با من ازدواج کنه، ولی هرگز به قولش وفا نکرد و حتی تهدید کرد که اگر ازدواج کنم منو خواهد کشت. سکینه قاسمی معروف به پری بلنده از ثروتمندترین خانم رئیس های شهر نو، صدها دختر جویه کار رو با ملایمت و مهربونی و وعده کاتب و کارمند شدن به محله جمشید تو تهران کشونده بود. از دربار سفارش می گرفت و به درباریان خدمات می داد. گفته شده که گاهی برادر شاه دختری رو دیده و هوس می کرده. پس قلچماخهای پری بلنده می رفتن و تو راه مدرسه، دکان یا بازار دخترک بی پناه رو بلند کرده و به او می رسندن. البته که این خوشخدمتی ها بی موز نبود و روزبی خانه هاش از کنار حمایت دربار چنان رونقی داشت که برای نگهبانی و محافظتش ده ها گردن کلوف لازم بود. لندهورایی که از وظایفشون سر به نیز کردن مردهایی بود که در پی ناموسشون به قلعه می اومدن. شاهدش جمجمه هایی که بعد از انقلاب در شهر نو پیدا شد. این الوات اما هرگز خیال نمی کردن که روزی قهرمان یک انقلاب شوند. صبح روز 28 مرداد 1332 دسته های چماغدار همراه سرکردگانشون از 4 سوی شهر را افتادن. در میونه این گندلات ها چند زن مشهور حضور داشتن. بدکاره هایی مثل پری بلنده، ملکه اعتزادی و دیگران که قدرت و شهرتشون رو مدیون تباه کردن زندگی دختران بودن و اوباش تحت امر این زنها که حقوقشون از راه فروش دخترکان بی کس و کار تأمین می شد. چه ترکیب جالبی، تلاقی فحشا و اوباش. روز 28 مرداد گرس ها را عمود داشتن و به سمت خانه مصدق یورش بردن و هر که شعار نمی داد رو می زدند و می گرفتن. و به این ترتیب دولت دکتر مصدق پیرمرد دغدغه‌مند وطن پرست که یک عمر برای پیشرفت ایران جنگید سقوط کرد. زنان انگار همیشه در تاریخ سوختند. یک روز جسمشان می شود ابزار برگرداندن تاج و تخت، یک روز چارقد سر چوبشان، یک روز تنشان به اسارت می رود، یک روز به اسم آزادی تن شعورشان. انگار زنها هستند تا روغن چرخ دنده های ظلم و استکبار باشند. طبق برخی از گزارش های غیر رسمی، سکینه قاسمی یا همان پری بلنده جلوی کافه شکوفه نو به دار آویخته شد و جسد وی در قطعه 41 ردیف 87 شماره 35 گورستان بهشت صحرا دفن شده است.